بعد انشالله که بازارا خیلی خوب باشه، همیشه زنده باشه. اگه عذرخواهی بکنم مشتری معطل نشه، شما بفرمایید. آقا پفسی آقا چند میدین؟ هر یه سیرش رو تقدیمتون میکنیم 40 تومن. بعد کیلو چنده؟ میشه 520 تومن. بله زحمت کشیدی که بیشتر کالات و قیمت زدی که تا پکامون ادویه جات خیلی اجناس ریز درش اتکتار هم بزرگ زدیم، جنس همه تاریخ بروز اتکتا درست مشخصه. حالا هر جمعه ایرادی داره بگیم ما رفع کنیم، یا اگه مشکلی هست بگیم ما انجام وظیفه کنیم. بعد بفرمایید که زعفرانو چند میدی؟ زعفرانو هر یک گرمشو تقدیمتون میکنیم 115 تومن. فکر میکنم 106 نگین سوپر نگینش الان خریده ماه. شکلات ها فاکتور خریداش هم موجود دارین؟ فاکتور خرید دست من نیست، من فروشندم، ولی بخوام میگم الان فاکتور خریدش و عکسش رو بفرستن تقدیمتون کنم. اینجا حسابدار داره فاکتورهای خرید، دخلا روز به روز اینا همه ارسال میشه، حالشون کارشو انجام میده. باید باشه در اصل، باید باشه اینا. بله باید فاکتور خرید در واحد صنفی باید موجود باشه. این که ببینیم ایشون سود مجاز رو رعایت کرده یا نه، باید فاکتور خرید باشه. به عنوان مثال فاکتور خرید این آب نبات اینجاست و ایشون اعلام کردن 20 تومن. خریدشون 13500 تومنه که با احتساب سود 12% 15000 تومن میشه و ایشون مرتکب تخلف گرانفروشی شدن. اون کس موجوده؟ پروانه کس اونم بعد زنگ بزنم براتون بفرستم. وفق قانون پروانه کس باید در واحد صنفی نصب باشه که هم مشتری هم بازرس که از ارگان مختلف میان اینو رعایت کنن. فرمایید که مباشرت دارن اینجا یا ندارن؟ مباشرت دارن. آره فرمایید چه مشکلی به وجود میاره این موضوعی که فرمودی؟ ارگان نظارتی وقتی میان بازدید میکنن، خب به تبع برای ثبت گزارششون باید پروانه کسب باشه. پروانه کسب واحد صنفی شناسنامه واحد صنفیه. اگر اون متصدی شخصی که پروانه کسب به اسم ایشون نیستش، باید یه فردی به عنوان مباشر واحد صنفی در اتحادیه تعریف کنن که در صورت نبود ایشون مباشر قانونیشون در واحد صنفی حضور پیدا کنن. در صورت عدم حضور متصدی یا مباشر، خب این یه تخلف. البته قضیه بحث ادویه‌جات، خب باید داخل ظروفی که دردار باشه حداقل یک تلفنی روی اینا حداقل کشیده بشه، چون مواد غذایی نیست که شسته بشه. و همچنین در مورد مواد غذایی که مجوز ندارن مثل اینا، خب مثلا اینا ممنوع هست. اینا کشکه؟ بله اینا اصلا مجوز ندارن. اگر مجوز نمیدونستین؟ یا مثلا مواردی که مثل حالا این شکلات ها، آب نبات یا هر چی هستش، اینا باید به صورت بسته‌بندی باشه. فروش فله اینا کلا ممنوع هستش و همه اینا شامل رو همین شکلات زنبور نشسته. دقیقاً بله. علاوه بر این که حالا مشخص نیست اینا مثلا فله است یا شرکتی واسه به سلامت داره یا نه، هیچ درپوش و هیچ بسته‌بندی هم و هیچ روکشی هم روشون نیستش متأسفانه. فهمید که پروانه کس داریم؟ پروانه کس تازه اومدیم اینجا، مغازه میبینین که نوعی دیگه، ولی اقدامشو کردیم، اون ثبت نام اولیه‌شو کردیم. چه فوردین؟ تقریبا 4-5 ماهی میشه. ما تازه نیستا. ما زیاده برای اون کارهایی که باید مقدمات انجام بده. اقدام اولیه‌ای داره که مثلا میرن برای ثبت نامش و اینا رو انجام دادن اونا رو. درگاه ملی مجوزها کار آسون کرده برای اخذ مجوز. بله. خب فکر نمی‌کنم 4-5 ماه طول بکشه اخذ پروانه کسب. شما می‌تونید زودتر اقدام کنید. حق با شماست. بفرمایید که حالا زحمت کشیدین یه سری از اقلامتون رو اتکت زدین. بله. خریداتون هم دارین؟ چون اولی ما اونجا نوشیم بخونی شده در صورت گران بودن با کمال احترام. حتی این بحث مشتری مداریتونه، بحث قانون نظام صنفی رعایت قانون یه چیز دیگه است. بله. بازرس که میاد اینجا خب باید ببینه که شما چند خریدین، چند درصد از سود کشیدین. آیا تخلفی هست یا نه؟ فهمم است که قانونی کافی نیست، یعنی بعد اون بحث فاکتور و اتکت و اینا باشه. حتی فاکتوراشون رو بعضی هرم اونجا میست که چسب کنیم مثلا تای کاره اونا رو مثلا قبلا آوردن. این فاکتور خرید هیچ اعتبار قانونی نداره، مهر و اینا نداره، برگی داره نه مهری داره. باور کنین که مجبورتون هم نمی کنن که از واسه فیلم که اینطوری فاکتور میده خرید کنین. راسته؟ دست فاکتور داری برای مشتری فاکتور صادر می‌کنی؟ نه خب اونجا مشتری تکیه. باید برای مشتری تکیه هم فاکتور صادر کنی. نظام صنفی میگه بالای 10000 تومان واحد صنفی باید برای مشتری فاکتور صادر کنه. که شما می‌فرمایید درسته، بیشتر مشتری این قبضی که از مغازه بهش میدیم به عنوان فاکتور اگه قرار باشه شاکی چیزی باشه
این خودش فاکتوره، همه رو بهشون میدین. آره فاکتوره؟ نه این فاکتور نیست. نه یکم قانون فقط فاکتور سربگدار یا مهردار خودتونو قبول میکنه، در غیر این صورت این خودش تخلفه. الان مخصوصا این هفته میزبان زائرین زیادی هستیم. بله. تمام این حالا بعضی وقتا سختگیری ها و حساسیت ها به خاطر اینه که بتونیم به بهترین شکل میزبانی کنیم. الان هیچ نکته ای نگفتن که خیلی کار سختی باشه دیگه، باید اینا رعایت. چشم، حق با شماست. بله باید رعایت کرد، فاکتور نوشتن و یه اتکت زدن و نمیدونم. بله بله حق با شماست، باید رعایت بشه. این هستش که نرخنامه‌شون رو در معرض دید مشتری اینجا قرار دادن. ما نرخ‌ها رو اینجا داریم، یک دستور عمل هم داریم بابت آب میوه‌های طبیعی که نرخ روز یک کیلو میوه مورد نظرشون ضرب در دو میشه، میشه همون نرخ فروش یک لیوان 350 سی سی از همون آب میوه. ولی نرخنامه‌شون مال پارساله، مال جدید نیستش. مثلا رقابتی اینو اینا شما امسال خود مثلا 110 ما داریم میدیم، 90 تا 80 داریم میدیم مهندس، یعنی ما 20 سنتیم زیر فی میدیم درس. شربت ها خورده 70 تا ما داریم میدیم، 50 تا من 40 تا 50 داریم میدیم ما. آره ارزون داریم میدیم. بعد از یه حدی ارزون تر دادن باز من نمیدونم مشکلی به وجود نمیاد بازار؟ آره سوالیه که برای خود من پیش میاد به عنوان مشتری. قانون کار خدماتیه، کار خدماتی یک نرخنامه داره، چون اعلام کرده که میخوام شیرموز رو بدم فرض کن 60000 تومان با یک کیفیت و یک مواد خاص. عرضم به حضور شما اگه ایره بره بخواد زیر و قیمت بده و کیفیتشو بیاره پایین، یا لازم قانونی تخلفه. توجه کردین؟ این 60000 تومان رو باید همون 60000 تومان خودش در اصل بده، مگر اینکه بله با اون همون کیفیت و حفظ اون موادی که شما اظهارش کردین طبق قانون. مشخصات داده باید داده باشین و کارت بداش براتون صادر شده باشه. دارید یا نه این مواد رو؟ لباس که استفاده میکنید رنگ روشن حتما باشه، که اگر حالا یک ذره هم حتی کثیف شد قابل مشاهده باشه. رنگ تیره استفاده نکنید. سبزیجات، میوه‌جات و سبزیجاتی که استفاده میکنید باید مجوز معاون فضادارو رو داشته باشه، از جمله این هویجی که اینجا حالا هستش. حالا نمیدونم این مشخصاتی داره اینا یا نه. بداشتی؟ آره. مجوز یعنی چه شکلی میشه؟ به چرخونینش که دیده بشه. آها اینجوری باید باشه. سلامت باید داشته باشه و این خودش قابلیت استعلام از معاونت غذادارو رو داره. نکات ماشاءالله همه رو رعایت میکنین. درود. رعایت کنیم. بله. خدا خیرتون. سلامت باشید. آره. مورد بعدی بحث خود نگهداری مواد غذایی هستش، که حالا چون از یخچال استفاده میکنین باید دمای یخچالاتون تنظیم شده باشه. چه دمایی رو شما تنظیم میکنید روی یخچالتون؟ این بار آیستاک مونن که دیگه مشخصه انگار بعد منفی باشه اینجا. اینم که نگاه کنین الان کلا مثلا حالتی که یخ نمیدونم خنک سرد. الان خودتون چه دمایی رو اینجا مشاهده میکنید؟ من خراب باشه من زن نگاه کنید بالا نه 13. ببینید حالا چیزی که من نشون میده برای من 10 هستش، حالا یخچال شما 13 هستش. بهتره که شما خودتون یه دماسنج پورتابل معمولی ارزون شما تهیه کنید. دمای یخچالتون باید 2-5 درجه باشه. این موارد رو توی دوره‌های آموزشگاه بهداشت برای شما میگن، که خب مسلماً چون حالا نمیدونم شما این دوره رو گذروندید یا نه. من گواهینامه بهداشت دادم. آره این موارد رو اونجا میگن، یعنی نیاز به پرسیدن از من نبود. اونجا مدرک زمانی صادر میشه که این ما موارد بس 2 سال پیش اون کارت بهداشتون مدرک چون 3 ساله هستش و نیاز به دوره بازآموزی پس شما دارید حتما. این موارد رعایت بفرمایید ان شاءالله مشکل نخواهد بود. و همچنین پرسنلتون بزرگواران از کلا هم حتما استفاده بکنن و همچنین دستکش. خدا خیرتون بده که به هر حال همه چی تمیزه اینجا. خیر زنده باشین، وظیفه مونه. درود بر شما، خدمتتون. خسته نباشین. دوستان اومدن یه خدا قوتی بگن و یه حال احوالی بکنن و یه بازدیدی هم بکنن. زنده باشین. شما پروانه از کجا گرفتین؟ همون جوازکش از اتحادیه. شما مرغ بریون هم دارین دیگه، درسته؟ نرخ اون کجا زدین؟ نرخش در دست اقدامه. تا موقعی که نرخنامه جدید رو نگرفتن، نرخنامه قدیمترشون نصب باشه و طبق اون بدن تا نرخنامه جدید رو اخذ کنن. آره. و این خب ایشون الان تخلف انجام دادن در این مورد. الان شما نرخ مرغ بریون رو به چه صورت میدین؟ فرمولش رو بگو به ما. دو برابر به اضافه یه هزینه پذیرایی. پذیرایی چقدره؟ 30 تومان. یعنی در مجموعش تقریبا کیلو 198 تومان در میاد. شما بفرمایید که نمونه رسیدات یا فاکتورهایی که مرغ بریون فروختی رو به ما ارائه بده؟ نه، چون اینجا فیش داده میشه، میریم جای اونجا فیش به مشتری تحویل داده میشه، بعدش هم بیرون انداخته میشه دیگه. ما فیشو نگه نمیداریم دیگه. الان ایشون سند و مدرکی برای فروششون به ما ارائه ندادن و همچنین که تخلف مهمترینشون این که خب نرخنامه مرغ بریونشون رو نگرفتن. طول میکشه چون حالا میفرماین که
اقدام کردن در دست اقدامه طول میکشه. نه نه، زمانی نمیبره و به سرعت انجام میشه. اولا رو زمین گذاشتین اونا رو، همه میگن همین الان آورده. خب اینا باید مشخصات داشته باشه. داره همچی چیزی؟ دارین بسته‌بندی دیگه یا از کجا میاد اینا؟ این همینجوری فله میاد؟ آره دیگه، از کارگاه نوفاندزی اونا مجوز دارن که چیز ساده. توضیحش باید حتما شما چیزی که شما استفاده میکنین باید مجوز غذادار رو داشته باشه. اون نوفانتزی ها فقط برای فروش در محل خودشون هستش، یعنی حق توزیع برای شما رو ندارن، فروش در محل خودشون. این کاو کلمه رو خودتون درست میکنین؟ نه، همه چیز داره. سلامت داره؟ سلامت، بله. این کدش قابلیت استلام از غذادار رو داره و میشه نگاه کرد، بررسی کرد که حتی این تقلبی هم نباشه. این مورد هستش. یعنی امکان داره بعضی وقتا این تقلبی هم باشه؟ بله، چون دماشون روشون نوشته. میشه نگاه کنید ببینید توی چه دمایی باید نگهداری بشه اینا؟ خودتون یک نگاه بکنید. مگسی هم داره مغازه. 18 درسته؟ اون منفی 18 برای فریزر هستش دیگه. خب اگر به مقداری که نیاز دارین میخواین مثلا از اون حالت فریز خارج بشه، میذارین توی یخچال به مدت چند ساعتی که نیاز است، تا حتما توی فریزر و اون منفی 18 حتما باشه. همینجور که الان میبینید مگس هم که خب زیاد داره، حتما دیگه کلن این سمت باز هستش، باید حتما شما این سمت یا چمیدونم توری هست داشته باشید. مخصوصا تو این فری که استفاده میکنید حتما رنگ روشن باشه، که خب رنگ تیره استفاده میکنید.